ما فکر میکنم که شاید بخی گفتی خارجی اپوزیت باشه. ما اصلا دوست ندارم که خیلی مغرور باشم. با چی غرور بکنیم؟ اگر یک نفر هنرمند است، اگر مشهور است، هر چی که است، کرشنا کپور وارستی دیگه، شاید از او خاطر غرور میکنی؟ نه، از برای خدا اصلا نه. هر کس که هر چیز داره برای خود داره، نظیره جان، فایدهش برای خودش میرسه، محبوبیتش، فایدهش برای خودش میرسه. برای مردم فقط خلق خوش آدم، رفتار خوب آدم، این بسیار ضروری است و این همیشه میمانه. شهرت، محبوبیت یا دائم نیست، مثل برق وارس، جرقه برق وارس میایه و میره. انسان همیشه باید کوشش کنه که در بین جامعه، در بین مردم خود باشه. ما را باید آمادگی بگیریم برای شما. میفهمین که چقدر آمادگی کار داره یک برنامه عام که نام خدا چند هنرمند باشه و اجرا داشته باشه. خوش هستی در جمع هنرمندا بخوانی یا تنها؟ به خدا من همیش خوش دارم که در جمع هنرمندا بخوانم، به خاطر که انرژی آدم زیادتر میشه. ای بابا کنسرت ما تو بتیم غذا. هزار دفعه کاش که شما افتخار بر ما بتین. ما به اصطلاح به سر به فرق میایم. همراه شما میخوانم. قربانت. بین زاکتی نیست که ما عینک مونده. نه شما نام خدا تیپتان مقبول است، چای نک اوسه نکنه. بسیار با کمال. خب تو مره بیخی جل ساختی. گرچه که ما تو سنن تفاوت داریم. نام تام غزال، چشمای تام مثل غزال، در برابر تو ما خیرگی میکنه. همین یک شخصیت و صحبت شما کل ما رو میخره. نام خدا زبان نیست، غزال که پری آسیاست. نام خدا ماشاءالله. دادا زادی خورا داد جگو غرو وطن، داد ننگیالو وطن، داد ننگیالو وطن، داد ننگیالو وطن، داد ننگیالو وطن، دادا زادی خورا داد جگو غرو وطن، داد ننگیالو وطن، داد ننگیالو وطن، داد ننگیالو وطن، داد ننگیالو. کلا به این استعداد و به این انجره، لیکن بسیاری ها فکر میکنه که شما زبان یا لسان شیرین مادری شما فارسی یا دری شیرین است. نام خدای تو پشتو میخوانی که هیچ اکسن نی میگه از اف پشت پشتو نسته یا پشتو زبان. خب البته اردویش درست هسته، چون ما پینجا پینجا هستم، ما پینجا تاجک هستم، پینجا پشتو هستم. اموسخ که بلاگه کسی درگه هستی خیلی. بله بله، اردو مادر کلانا تاجک هستن و اردو پدر کلانا پشتون هستن. ما به اردو اقوام افتخار میکنم، غیر از این که ما به این اقوام تعلق دارم، اقوام دیگه که در افغانستان هست، مثل اقوام شریف ازبک ما، مردم عزیز هزاره ما. کتی هندو چطور هستی پیشوی تینا؟ هندوی ما همه گیره دوست دارم. کتی ما تعصب نداری؟ اصلا ما کتی هیچ چیز، کتی هیچ مذهب، کتی هیچ قوم تعصب ندارم، بخاطر که تعصب خودش باعث بربادی میشه. انسانی که تعصب داشت یعنی که انسان نیست. آفرین غزال جان. میگه تعصب چیز در مذهب، مگر نه این که انسانیم. اگر روح خدا در ماست، خدا اگر مفرد و تنهاست، ستیزت پس برای چیست؟ برای خود پرستی هاست. من از گژدم نمی ترسم، ولی از نیش می ترسم. دقیقا. از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. عالی. تنم آزاد اما اعتقادم دست بنیاد است، من از شلاق افکاری تهی برخیش می ترسم. امی که تعصب نداری، نهاد پاک داری غزال جان. نام خدایی که زبانکت پری آسیا هست و بسیار با تسلسل صحبت میکنی، معلومات آفاقی داری. مگر دانندگی های تره غزال دیدیم در جشنواره های تلویزیون آریانا که هم هنرنمایی کردی و هم نام خدا نتوقی کردی. از برای خدا پیشوری شما همیل زیر تاثیر رفتیم، نمیتونم صحبت کنم، گپ از گرونم نمه برایه. ولی یک چیز ما میخوایم پرسان کنم از شما نظیره جان عزیز، بقدر شعرها را شما چطور میتونین حفظ کنین؟ اینه میشه از تو یاد گرفتم عشق را وارد کلام کنیم، تا به عرابر سلام کنیم. با آن چهره که تبسم داشت، ما به این چهره احترام کنیم. زندگی در کلام پاسخ اوست، عمر را صرف این بیان کنیم. در عمل باید عشق ورزیدن، گفتگو را بیا تمام کنه. هم خوارک چطور است؟ تمام خوبی ها در وجود شماست. خوارک هم شکر خوب است، اما فامیلی ما شما را دوست داریم. مادر جانم زیاد شما را دوست داره. تو احساس میکنه که شاید فارخاندیشن باشین. همیشه شما را خوش داره، شعرهایتان، همی شجاعت شما را، با همی جرأتی که شما صحبت میکنین و در هر جایی که میرین، حتی کسایی را که مردم نمیتونن امرایشان صحبت بکنه و برسه برای اونها، شما اونها را مجبور میکنین که صحبت بکنن. خودش یک شجاعت. بسیار زیاد تشکر به مادر جان، از همینجا سلام میرسانیم. میای من سراغت، آه میکشم از آبد، کجایی من؟
ما نام تو بری بی زبانم عشق تو دنیای ما بچه ای کابل تو هستی یار بی پروای ما نام تو بری بی زبانم عشق تو دنیای ما فقط میخوایم برای بیننده‌های عزیز بگویم که آهنگای بسیار مقبول مد نظر گرفتیم زیادتر آهنگای شاد چون هم آهنگای شاد هم میپسندن دیگه آهنگا به زبان پشتو فال میگیرم فال از اومان که عاشق است خدا بخیر برسانه الهی برسانه بخونه نال به فال عزیز به عاشقی من نمیفهم چرا من یک زرگه باش من خیلی وکالت کنم گره هایم کنی نمی میرم که به سر شور تازه دارم خاطرات تو رفت از دل من دیگر دوستت نمی دارم قلبشان شکست من دیگر سخت از تو بیزارم گره هایم کنی نمی میرم که به سر شور تازه دارم دلشان شکستان دیم خب خیر باشه بیخی شو روز دهش غرق است خیلی امو خواندنه بخواین برش عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد عشق چطور تعریف میکنی غزال جان با خدا نظیره جان خوب است یا خراب به هم رسیدن است یا به هم نرسیدن ما به خدا تاله ایش نمیفهمم عشق مانای است ایش وقت عاشق نشدی یک ساتک بوده یا نه کالایتم گلابی ای گلابی پیره دیشب دیشب نمایان دیدمت چهره خندان مو پریشان ماه تابان دیدمت دل برات راست بگو یار ممیشی یا نه از تای دلت خریدار ممیشی یا نه دل برات راست بگو یار ممیشی یا نه از تای دلت خریدار ممیشی نام خدا غزال جان پغمانم یادش میایه پرغام یادش میایه مرم خواندنه که تو تولدم نشده بودی یاد ما آمد مادر جان ما موره بسیار میشنید با باغ پغمان چنار بلند است لبان غزال و خدا نبات و قند است نسرو جانت قربان کاکل غزال و خدا نظر سخی جان قربانتان تشکر خب از پغمان چه خاطره داری غزال؟ پغمان بسیار یک جای مقبول است آب و هوای بسیار خوب داره منظری بسیار زیبا داره داشت یا انوزم داره؟ من مطمئن هستم انوزم داره خب ما که نیستیم آخرین باری که پغمان رفتی چی وقت بود غزال؟ دقیق یادم نیست نظیره جان ولی مطمئن هستم که چندین سال قبل بوده یعنی وقتایی که من بر بار آخر که شروع کووید بود افغانستان رفته بودم از او کدام قبل تر بود سوالای چالشی را خوش داری که اگر سوالای سیخکی ازت کنم یا میگی نکن مورال من ضعیف نه هر چیز که شما دوستن شما را خواه نگفتن نمیتارم نظیره جان اگر انتقادم کنم من انتقاد پذیر هستم از چی بفهمم؟ قار نشی سرم خود دیگه بازی نمیبینه اگه قار شده من انتقاد پس خنده میکنه که هرچی که میخواییم که دختر بسیار سوال های انتقاد آمیز مدارم سر غزال اما مهمان است نال سوال ها رو کنم خوابت خراب میشه آه دیگه نه او رقم خیره نمیکنیم لیاز مکنن امروز ام دفعه لیاز تم میکنم واشنگتن میای؟ 100% بخیر. خب اوجا باز مکتید کار دارم. هزار دفعه. خب. سوالای سیخکی رو برام اوجا. ام یکی شخو اجازه بده که دلم میترخه. بعد دیده گفتم. بله. وضعیت افغانستان هم میبینی. بله. موسیقی غذای رو است یا نه؟ دقیقاً. نصف زیبایی چایت است از خیرات سر موسیقی باشه که میخوانی و مردم تشویقت میکنن. 100% هم نظر. ممنون مردم تاسی. چطور نه 1000%. تو جواب میتی حاضر جواب هستی نام خدا زیر تاثیر مام نمیری نظیره جان عزیز من شما را قدر دوست دارم که هرچی بگوین به نظر من شیرین است مثل که بر من امرای قاشق عسل میتین
از او خاطر ما بسیار انرژی میگیریم وقتی که در پلیس مطالعه میکنی. چی میکنی که نام خدای تو به تسلسل گپ میزنی؟ با خدا مطالعه چرا نه باید آدم بکنه یکی روتین باشه گفته خارجی ها برای آدم مطالعه بخاطر از اینکه آدم همین ذهن ما و شما برای پرکتیس ضرورت داره که هر روز باید بیاموزه بخاطر که هر چی که سن بالا رفته میره یک ذره که آدم به طرف یاد فراموشی و فراموش کردن اما مهارت های خود میره. ولی من فکر میکنم که مهارت حرف زدن زیادتر تاثیر ازی باشه چون مادر جان پدر جان من هر دوشون ژورنالیست بودن دیگه در خانه مونا همیشه بسیار نال پیدا شد گفتم راز تا بگو گفت راز خود با کس نگویم چون ندارم محرمه هر کی را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم راز خود با آب بگفتم تا نگوید با کسه عاقبت ورده زبان مایه دریا شدم. اینال راز خدا گفت مادرم جورنالست پدرم جورنالست و چی بگویم دیگه باید هم تر باشه باید باشم باید اما نام خدا قربانتم. اما من سوال من بر صورت کدنی هستم بدو دیدم علی خدمت بیت قشنگ است میگه ما را زمانه میکشد و دم نمیزنیم باش که پیش قاضی که میدی میگه اینک تا بکش ما را زمانه میکشد و دم نمیزنیم خاموش نشسته و موجه بر هم نمیزنیم. هنرمندا بسیار مسئولیت کلان دارن غزال بیبی که طالب بر روز موسیقی را آرام عنوان میکنه زنا را در قفسهای خانگی در زندانهای خانگی خود حبس کردن چطور خاموششتی؟ ما امروز شما هم نظر هستم ولی یک درست کار خونه میکنی کاله کار نمیشم نه کار نمیشم گلت پس نبری نه خدا نکنه. نظیره جان عزیز شما درست میگین که هنرمندا در یک جامعه چون وقتی که مشهور میشن محبوب میشن از خیرات سر مردم خود میشن مردم چون محبوبیت برشان میته شهرت میته نام میته عزت میته پس توقع دارن که هنرمندا هم در خوشی و هم در غم مردم باشن امرایشان در کنارشان باشن. مگر فکر نمیکنی نظیره جان که خودمی که من مثلا میایم در هنر تلاش میکنم جستجو میکنم آهنگ میخوانم برنامه اجرا میکنم خود از امی به یک نوع مبارزه است در بسیار معقول بلاستی بلا اما در آهنگای نام طالبا را گرفتی که او طالبا بس کنین از این کار صدای پاچا را نمیشنوند صدای پلیس را نمیشنوند اثر یا پیام هنرمند بسیار تاثیرپذیر است یکی ورزشکار یکی هنرمند غزال جان. نظیره جان عزیز ما در می چند سال اخیر خیلی زیاد صحبت ها داشتم شما شاید اگر مصاحبه ما را ببینین ما واضح صحبت کردیم در مورد طالبا در مورد همه چیزا چی گفتید در مورد طالب خیلی چیزای کوبنده بوده چیزایی بوده که انتقاد کردیم همیشه و ما تنها خود نمیگم زیاد هنرمندا در این مورد صحبت کردن ولی ما در یک نقطه به این نتیجه رسیدم که سیاست مردم دلها را دور می سازه و هنر دلها را نزدیک می سازه. بیا که ما هنرمند هستم. این از کجا یاد گرفتی باز؟ به همی عقیده هستم نظیره جان باور کنین به همی عقیده هستم و این تجربه برای ما آموختند به خاطر از اینکه میشینی یک جای صحبت میکنی یک تعداد مردم طرفدار هستن یک تعداد مردم مخالف هستن اما کسایی که علاقه مند هست تو را دوست دارن کلش دلش میرنجه بهتر است که سیاست بگذاریم برای سیاست مدارا و ما که هنرمند هستیم با هنر خود ادامه بدیم کار هنری بکنیم دلها را نزدیک بسازیم آهنگ بخوانیم باعث خوشی دلای عاشقارم نزدیک میسازیم حالا دل مرکت عشقم نزدیک میسازیم هزار دفعه شما که هرچی بگوین هر آهنگ را بگوین بر شما مجرا میکرم بخیر در میوزیک ویدیوی بعدی یک آهنگ امیال عشقم درباره من چی فکر میکنم ما فکر میکنم که اونا خیلی خوشبخت هستن که شما را دارن اول کسی را که شما عاشقش باشین بسیار آدم خوشبخت است به خاطر که قدر خانم شجاع خانم با جرأت و همچنان مقبول و با استعداد یعنی شما یک پکیج مکمل هستین بر از اونا ما فکر میکنم باعث افتخار برشان افتخار است که شما را دارن بارک الله. میانی شما با خانم نغمه چطور است؟ من دویت مقبول چشمایتان مقبول است تو مقبول است یا نغمه؟ من میگم که نغمه جان 100% بخاطر که نغمه جان بسیار یک زیبایی طبیعی داره اونا زیبایی دارن که پیور است خالص است از خود چیست؟ از ما دیگه یک ذره فیشن میشن مجابشان و مچم خوب صادق خواستی نه دیگه باید بگوی میره نمیشه که دیگه چی شاندی؟ دیگه والا هر چیز که موت شوه میریم میکنیم دیگه این صداقت شو ببینین عزیزا من زمان با این که گوش متوجهش است چشمای ما خوب می عمل جرایی و چاقو زدن اینا معمول شده تو خو خورده استی من یادم است بار اول که به استیج آریانا ظاهر شدی یک دختره که خورترک تک پا
پتلونک تسمه ای نپوشیده بودی؟ بله بله دقیقا. وقتی می چطور بخانه اما در مخور ترکی بلا بودی؟ درست بشم از قربانتان. من واقعا خود خوشبخت احساس می کنم به این دلیل که من انوز خودم که هستم خود هنرمند فکر نمی کنم، ولی مردم افغانستان بسیار مرا تشویق کردن و من واقعا بعضی وقتا بسیار زیر بارم میرم، چون میگم که مردم اینقدر اعتماد دارن به من، مردم اینقدر محبت میکنن، من باید کارهایی بکنم که اونا خدا را خواسته چی نشن، چی میگن ناامید نشن، که سر یک نفر حساب میکنی زیاد، ولی یک وقت او نمیتونه که به مو توقعی که شما دارین به او درجه برسه. دیگه از او خاطر من همیشه تلاش ممی است که علاقمندای ما کسایی که هستن، کسایی که مرا دوست دارن، ذره نوازی میکنن، همیشه کار بکنم که سرشان بلند باشه حداقل. چریک نا کپوره کشیدی؟ برای خدا شما لطف دارین، مهربانی دارین که فکر میکنین. نام خدا مویایتم زرد دیگه. چی کنیم نظیره جانش، مویای شما زیاد مقبول تر است. ای متلایی، ای متلایی، در بردن دل جبلایی. امیره خوب بخوان، موی مام تلاییست، اینال تو به ما بخوان که ما دمی پس پیرید بود. ای آهنگ بلد نیستم، پیش از اینکه یک آهنگ بر شما بخوانم بر موهای زیبایتان، ما میخواییم که از شما یک کمک بخواییم، چون آهنگ های بسیار مقبول و فلکلور شما بلد هستین، باید مرا کمک کنین. بازیگون تو خیالش که از موزی گنرمند مسلکی میخوانم، الای چه قسم میخوانم، و بابا ای انجره یک نعمت لاییست، او را من ندارم، اگه می داشتم کل مات میکدم. ترام سا امیال مات کردیم چطور تان میکدم، ولی که نیره بفامین که من اگه اون انجره را می داشتم بله شاگرد میششتم، کار میکدم. متاسفانه انجره یک نعمت لاییست که خداوند به تو داده. دخانه تان پدر تان هنرمند بود یا مادر؟ ای انجره را دیگه کی داره؟ به خدا اگر داشته باشنم، چون متاسفانه در افغانستان ما شما جامعه نسبتا سنتی داریم، استعدادا میمارن، اگر صدای خوبم داشته باشن بنابرامو اجازه فامیل و مثلا نزاکت هایی که در فامیل ها می باشن همیشن جرات نمی کنن که هنرمند شون. ولی از بین فامیل پدر جان و مادر جان من اولین کسی بودم که سرکشی کردم، آمدم در صحنه هنر و آواز خواندم. ولی فکر می کنم که مادر جان و پدر جان هر دو صدای خوب دارن و من ایره باید یادآور شم که بعضی وقتا ما که خرد بودیم، پدر جان و مادر جانم آهنگ نغمه جان و منگل جانم می خواندن همیشه بر ما. کدام خواندن شونه؟ خواندن های بسیار مقبول، زچی زو لغمانتا امرای زچی زو قندارتا. مادر جانم هم لغمانی است و مادر جانم قنداری، بازمی خواندن زیاد بر از یا میخواد. لغمانی و قنداری بینش کدامش هوشیارتر است؟ با خدا مگه لغمانی خو شادی رو بازی میته؟ او خو است. راست شما شادی رو بازی میته؟ زیاد شادی رو بازی میته. ای شادی ها فکرتان بگیرید. عزیز، من در خلال از این که بایش خوشکلامی کردم، اول اما سوال واقعا انتقاد آمیز است. طالبا موسیقی را آرام عنوان میکنند، اگه از خودت بخواید، چون عنای ربانی که رفت آقای متقی خیلی ازش پذیرایی کرد، میری میگی یا میرم یا میگی نه تا که اونا همو از سر خر شیطان خود پایی نشن نمیری؟ گفته که بیاین با غرور نبیاین، اما میگه خودت غرور بسیار زیاد داری. خب هر کس غرور خاص خود داره، یعنی تحت کدام شرایط میری پیش طالبا که به افغانستان ببخشی پیش طالبان؟ اول جز دوم سوال شما رو جواب میتم نظیره جان. برای هر انسان ضرور است که غرور داشته باشه، غرور به جای نه، ولی غرور شخصیت خود داشته باشه. مثلا به طور مثال اگر طالبا بخواین از ما که ما سر خم کده داخل افغانستان بریم، امکان نداره، بخاطر که اگر وا افغان هستن ما هم افغان هستیم. افغان همیشه غرور افغانی خود داره. وطن از شما است، از ما است، چرا باید شما بر ما بگوین که هدایت بتین تا این تکلیف بکنین که ما سر خم کده بیایم در مملکت ما؟ اگر بیایم به افغانستان و سر بلند میایم داخل افغانستان، سر خم نه و با هنر خود میایم. وقتی میایم که دخترها را اجازه بدن مکتب برن، زنها را حق حقوق مساوی با مردا بدن، به خاطر که زنای افغان با مردای افغان شانه به شانه میتونن افغانستان بسازن، تنها افغانستان مردا نمیتونه بسازه. و همین خانما است که خانمای باسواد از دامانشان اطفال باسواد به جامعه تقدیم میشه. اگر مادر با سواد نباشه،
اصلا اولاد باسواد نمیتونه به جامعه تقدیم بکنه، اولاد خوب نمیتونه، بران خیلی ضرور است و این چیز نیست که خلاف اسلام هم باشه. در اسلام گفته شده که باید تحصیل بکنی و به نظر ما نمیفهمم که چی دلیلی وجود داره، چون ما در مسائل سیاسی قدر نمیفهمم که مکتب برای دختر خانم ما بند بکنن، ولی امیدوار هستم که مکتب باز شوه هر چی زودتر، به زنها حقوق داده شوه. همچنان نه تنها مسئله مکتب و اینا، بسیار مشکلات زیاده در افغانستان است، میال ما مشکلات اقتصادی داریم، مردم ما رنج میبرن، تمام اقوام باید به یک نظر دیده شوه، همه حق داشته باشن، اگر پشتون است، اگر هزاره است، اگر تاجک است، اگر ازبک است، اگر ایماق است، همشان هم وطن ما هستند، کلشان یک حقوق داشته باشن. کدام خواندن داری برای اتحاد ملی؟ دارم، ولی آهنگ ما میخوایم سورپرایز نگاه بکنم، چون آهنگ ما آهنگ جدید است بخیر که برای اتفاق اتحاد اینا است، میخوایم وقتی که میوزیک ویدیوش نشر شود دوستای عزیز ببینن. اول نسبت به خاطر از اینکه میخوایم آهنگ سورپرایز باشه نمیتونم بخوام. خدا عزیزا، تو نام خدا حرف میزند با تسلسل مثل ماشین و همیتو مروری واره پراگراف ها یکی پیه هم میاره. نام خدا شما، ما مثل که اول گفتم سرمایه وطن ماستین، ما پیش شما یکم پوره نمیکنم. ما بسیار احترام دارم به شما، برنامه هایتان سیل میکنم، خانم نهایت شجاع هستین شما. اگر ما در یک بخش کم و بیش میفهمیم، شما نام خدا در سیاست میفهمین، در هنر میفهمین، یعنی همه جانبه میفهمین. حالیت من دلم نمیشه که سوال کنم و صحبتهای تا خنجر واره به دل مستبد کار میکنه. خدا کنه که گوش شنوا و چشم بینا باشه که صحبتهای یک هنرمند که همو زیباز، همو تناز است و همو باسواد است، همو با احساس است و بسیار قاطع به مخاطبین خود پیامش رساند که افغانستان در کدام حالت قرار داره. من میفهم که تو هنرمند هستی، اما از این خاطر یک سوال سیاسی دیگه میکنم که نام خدا در سیاست هم دست بالا داری، تناز هم هستی. سوال یک سوال دیگه، باز یک سوال از دیگه، دلت خفه میشی؟ سوال میخیزه، دلت خوش میشی، دلت خفه. یقینا ما در عصر گلوبلوزیشن یا جهانی شدن قرار دادیم. جهان به یک دهکده تبدیل شده، تکنولوژی معلوماتی و نوین هم خیلی فعال است. بله. و یقین دارم که تو را کل دنیا میبینه، مرا میبینه، در یال رود به من طلبگارا پیدا میشه. شما چرا تو میگین؟ حالا اگه یک طالب طلبگاری کنه و در این شب روز شنیدیم که طالبا دو زن و سه زن میگیره، آقای خوستی متوجه تو هم است، سعید خوستی، اگر کدام طالب، خود گفتی افغانستان، بیشتر گفتی که ما هم افغانستیم، طالبانم، به استناد گپ خودت، اگر یک طالب از شما طلبگاری کنه، بچه جوانان باشه، خوشگلان باشه، در گرفتار خوشگلان از بعضشان، عالمی زبی اولا مجاهد، هر چشم داره بچه‌م که پیاله پیاله، چی عکس العمل نشان میدی؟ خفه میشی؟ متاثر میشی؟ خب اول مسئله خواستگاری و اینا وقت با وقوع میپیونده که گفتی خارجا اویلیبل باشی، حالا ما اویلیبل نخواد باشی اینا لازم خاطر اصلا امکان نمیپذیره. باز دو میشی که من فکر نکنم که هیچ وقت یک کسی که عقیده خیلی افراطی داشته باشه با یک خانمی که لیبرال باشه، یک خانمی که به اصطلاح حقوق مساوی بر زن و مرد بخواد. بله 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 نیست. آقای یاسینی عزیز بفرمایید. همینجا غزال جان ما امی آقا است که این برنامه. سلام علیکم، ببخشید شما خوش آمدین. بسیار لکی شدیم که غزال جان آمدن. افغانای ما خیلی خوش هستن. آقای یاسینی عزیز اجازه بدین مجددا از زحمات شما تشکر کنم. ما شما به کشتی بودیم، هم خواندن ایکوپیار خواندیم، شما هم قیافیتون به امیتاب چند میمونه و هم ایکوپیار کنقه مایی را یک قسمت چه بسیار خوب ادا کردین. بیاین که مور عرصه ما بخوانیم. والا ما خوب، ما خوب پیشی بسیار باشی میشیم از برای خانی شما بسیار سبب مقبول داریم. حدی عرصه ما میخوانیم. نه شما بخوانین، ما بارد کلیپنگ میکنیم، چک چک میزنیم. ایکوپیار کنقه مایی، एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। शमोम नाम खुदा सदा खूब दारे। دلت میگشت که کاش کردویتان مجرد میبودین. تو پیشتر گفتی که ما میشناسم که شما بسیار مزاق میکنین و ما چهار تا اولاد دارم الحمدلله، بسیار فامیلی خوب. آنوار خطا شدی آقای یاسی؟ شاید باید وار خطا شم که زنی ما خانمی ما ای را ببینه ما را بازلت میکنه.
خانمش هم بسیار خانم نازنین است. خیلی خیلی خانم نازنین. پیشتون اجازه میگیرین که ما در کارا رو مصروف باشیم. بفرمایید. در حضور جان است. بسیار دور آمدن و هنگای برتان میخوانن که خوش میشن ان شاء الله. سوال من جواب بده صادقانه بچم پرامیس هزار دار نرگست خمارالود کاکلت پریشان است با کی بوده ای دیشو با تو ست نشانی هاست والا این بسیار کدام سوال سخت چی میگنم او یک گپ داری میگه از این گپایتان بوی خون میاد زنده خوب باشه نزید حرکت از این گفتایی نه خورم جواب نده آه ایچی در سپرایز اوله و خورم جواب نده با خودت بدون دیشه روی از یا کار دارم چندین کنسرت و برنامه بخیر در راه است که بامی زودی چه وقت کنسرت داری؟ ما انشالله خیلی علاقمند هستم بامی زودی یا شاید بعد از امی برنامه که بخیر فردا است شاید مایدگیش ما پلان بکنیم و از طریق صفحات مجازی خود تمام علاقمند دار در جریان بگذاریم که شما مونه بخیر خبر میشن و همکار هستن امرای ما بخیر در او برنامه برنامه آیندی تون چی است؟ برنامه بسیار زیاد و متعدد در نظر داریم نظیره جان اگر خداوند یاری بکنه اگر در قید حیات باشیم انشالله سرچند میوزیک ویدیوی بسیار خوب کار میکنم که البته هر بار میوزیک ویدیوی جدید و کمی از قبل کرده بسیار متفاوت میباشه هم از لحاظ کمری که در او استفاده میشه هم محتوایی که استفاده میشه حالا بیشتر روی شعر و روی خود کمپوز آهنگ زیادتر توجه میکنم که چیزهای جالب باشه و زیادتر سرزی کار دارم که آهنگایی که بخوانم اوریجینال یا اصلی از خودم باشه خب غزال جان صحبت ها بسیار شیرین است آدم بخی میخکوب میکنی میگه دلم را آهنی کردم مبادا عاشقت گردد ندانستم تو ای غزال دل آهن رو با داری دلا را میبری اما یک مسئله دیگه که من نگران است معمولا هنرمندا در افغانستان خبرنگارا هنرمندا آرتیستا آید اصلی خود از طریق هنرشان نمیگیرن خب سابق در افغانستان بود اسپانسرا بود پول پیسم زیاد بود امریکا هم پول میفرستاد جامعه جهانیام حالی که افغانستان نیست و شما در این کشور موسیقی به اصطلاح کار اصلی تان است امی عایدات روزمره تان از کجا می آید خب بسیار سخت است چون هنرمند افغانستان من می فهم که از این آیه فقیر هستن راست میگین نظیره جان تشکر از درک شما درک بالا دارین واقعا این موضوع رو شما درک کردین اول خب میخوایم بگویم که گفتین در افغانستان بسیار اسپانسرها و تلویزیونها بود متاسفانه از او اسپانسرها و از او پول پیسه ما مستفید نشدیم همیشه رای درآمد ما فقط رای هنر خودم بوده از امی کنسرت و برنامه و اینایی که میگذاریم از امی پول درآمد میکنیم و امی پول پس دوباره رای هنر خود سرمایه گذاری میکنیم ویدیو میوزیک ویدیو میسازیم و یایی که بعدش دیگه برنامه را برام اندازیم بین امی طریق و ما یکی از هنرمندای هستم که کار جانبی یا بزنس دیگه ندارم در پولی هنر خود تمام درآمد ما از رای هنر است فلهازا یگانه رای که برای ما میمانه امی است که ما در محافل خوشی دوستا اشتراک بکنیم که البته من خیلی افتخار دارم چون امی قسمی که قبلا ما خود صحبت کردیم گفتی افغانا هم در محافل خوشی خود هر کس دعوت نمی کنند یعنی شما یک چیز باید باشین یک کس باشین قابل اعتماد که اونا در بین خانواده فامیل خواهر مادر خود شما را ببرن و در اونجا جز فامیلشان در خوشیشان شما شریک شوین من واقعا افتخار دارم دختر میای هزار دفعه با دو دیده با فرق میای نام خدا والله اینا دوستای عزیز معمولا خب منام خدا و نرمندای عروسی
خبری دیگه خوب است؟ صدا دارین؟ هنر دارین؟ چرا ایره در حالت سکوت یا رکود بانین؟ باید برین امو مصروف می باشه؟ بله بله. این خبر خوش دیگه مجده برای او کسایی که معافل یا مراسم خوشی ما انشالله در خدمت هستیم. انشالله در خدمت. بله از فعالیت ها آبید بگو مقبول بودی، مقبول تر شدی، گل بودی، گلاب شدی، انگور بودی، شراب شدی، تشکر. غذای خاص میخوری، ورزش میکنی یا همون که پیشتر گفتی اولیبل نیستی، با عشقت مصروف هستی، همون ما نارم میتن اولیبل نبود. نظیره جان قند کم کم از تمام از چیزایی که صحبت کردین رول داره، همیشه من فکر میکنم که هم باید ورزش بکنین هم غذای خوب باید بخورین، یعنی دایتتان متوجه باشین. غذای خوب منظورم از این نیست که مثلا پلاو چلاو در رستوران بخورین، غذای صحی باید بخورین. کلاپاچه را من زیاد خوش دارم ولی بخدر سیهی نیست فکر کنم دیگه. من نمیفهم، شاید من اکثر هنرمندای عزیزه که دیدیم کلشان بسیار غذا دوست هستن، شکم خود زیاد دوست دارن هنرمندا. من دیگه شاید در بینشان نمبر وان باشم در غذا خوردن اینا. باز من زود وزنم میگیرم، به همین دلیل وقتی که در برنامه میباشم یا سفر میباشم اینا، اون وقت خوب نان میخورم، خوب غذا میخورم. باز وقتی که خانه میباشم در اون وقت دایت خودم از نظر میگیرم که میگن اوشیاریز دیگه یک شنگ لغمانیز کم مصرف میکنم، شادی را بازی میتونم، کم مصرف میکنم. اما متوجه باشی که میگه صد لغمانی مساوی به یک پغمانی. اینو نگفتی. برحالی شوخی هایی بود که میبرستم لغمانی ها و پغمانی ها سر من کار نشد. بیشترین وقت به عواصی یا به زمین در هر جای نام خدا میبینم. قربانتان تشکر. من اگر بگویم زیادتر در عواصم بخاطر از اینکه سفر ها و اینا که میریم همیشه در تیاره سفر و اینا بکن، گرچه یک ذره همین سفرهای تیاره آدم از یاد خستم میسازه ولی ناگزیر هستیم دیگه. وقتی که هموطنای عزیز ما دوست دارن ما را میخواین برطرف، ما میریم در خدمت. برنامه های آینده تان چیست؟ برنامه های بسیار زیاد و متعدد در نظر داریم نظیره جان، اگر خداوند یاری بکنه، اگر در قید حیات باشیم انشالله. سرچند میوزیک ویدیوی بسیار خوب کار میکنم که البته هر بار میوزیک ویدیوی جدید و کمی از قبل کرده بسیار متفاوت میباشه، هم از لحاظ کمری که در او استفاده میشه، هم محتوایی که استفاده میشه. حالا بیشتر روی شعر و روی خود کامپوز آهنگ زیادتر توجه میکنم که چیزهای جالب باشه و زیادتر سر از این کار دارم که آهنگایی که بخوانم اوریجینال یا اصلی از خودم باشه، چون آهنگای هنرمندای عزیز ما که مثلا میخوانن یا از قدیم هستن خیلی زیبا هستن، ولی هر چی که بخوانیم مثلا دوباره خوانی بکنیم باز تمام کردیتش بر از اونا میره، یعنی باز آهنگ به نام از اوناست. اگر ساده تر بگویم بهتر است که هنرمندا خودشان خلاق باشن، از خود یگان چی میگن اثر بر جا بگذارن. به او دلیل تصمیم گرفتیم که بیشتر آهنگای اوریجینال و یا اصلی خود بخوانم رویش کار بکنم، ولی دقیق باشم روی شعر و کامپوز و محتوای آهنگ. روی ازیا کار دارم، چندین کنسرت و برنامه بخیر در راه است که با زودی چه وقت کنسرت داریم؟ ما ان شاء الله خیلی علاقمند هستم با زودی، یا شاید بعد از امی برنامه که بخیر فردا است، شاید مایدگیش ما پلان بکنیم و از طریق صفات مجازی خود تمام علاقمندان رو در جریان بگذاریم که شما مون بخیر خبر میشین و همکار هستین امرای ما بخیر در اون برنامه دیگه. امسال از خیلی برنامه‌های زیاد داریم، کلش نمیتونم اینجا صحبت بکنم بخاطر اینکه بعضی وقتا یکی از کارمندای وزارت خارجه آمریکا با شما تماس گرفت. دقیقاً راست میگین. اینا به اومدین مهمان ما ان شاء الله 100% من به صبرانه منتظر هستم که اونا رو بخیر ببینم و شما بخیر صحبت کنیم. بیاین که سرپرایز بونه میشه. چی گفتین؟ کلی چی سرپرایز؟ خالی که بگوی باز not available surprise. با کی میبینی در وزارت خارجه سرپرایز؟ دل ما رو تفاقی بیا بین موتو میمان بگو بین موتو. اگر کلشان بگویم باز ما چی بگویم؟ اگر کلشان بگویم نصیره جان
بسیار خنده را کو میگه بیگ خوشایند است دختر که 8 میلیون گفت دلم خوش خوشل باغ باغ. بله در این دوران که تنها میتوان با پول آدم بود، محبت، عشق، پیوند و جدایی واژه های موسیقی و ناآشنا هستند. از طرف دیگه ما همیشه گفتیم بی پول نمیتوان زد پا در حریم کعبه، مفلس مکان ندارد در خانه خدا. هم اجازه بده دمینجا از نیره جان عزیز تشکر کنم، نیره بوتیک که نمی لباس تحفه بر مداد گپ سر پول شد. نیره جان اینه پیزاره کارم پوشیدیم، پیزاره قرص زری امین پیزاره کار دادیم نیره. بخش پیزار شاید ندارم بچه جان لوگری نمید. بخور بچه جان لوگری، رفتارت کپ که داری، رفتارت کپ که داری، کاکاو مغرور استی، دل زبرم میبری، دل زبرم میبری، عالم خریدارت است، عاشق دیدارت است، عاشق دیدارت است، دلهای پیر و جوان بسته به دستارت است، بسته به دستارت است. بچه جان لوگری، رفتارت کپ که داری، رفتارت کپ که داری. خدا حالا همون که گفتی اولیبل نیستم، بچه لوگری خو نیست؟ خودت گفتی امنات اولی بر بر بچه اگر که خواندن دختر جان لوگری. خب فکر کنم که یوهنگ از زبان کدام خانم بوده باشد اگر امیر درست بچه را دوست داشته. بیایید که در این قسمت اگر اجازه بدین من از شما یک سوال بکنم. امو شما نام خدا ویدیوهای وایرال بسیار زیاد دارین که اما سایل کرده. سوال سخت نباشه. حالا که لفظه گرفتیم. خدا از تام تو بر. مطمئن اصیبه که شجاعت دارین که اصلا در مقابل یه چیز خبر نیستیم. یک برنامه بود همراه زلمیارا بودید. یکی از جشنواره های آریانا زلمیارا رای خود کم کده بود. با وجود که کمدین توانا بود. یعنی یک قدر موفقانه پیش رفتیم. من میترسم که مرا زلمیارا ور مات نکنه. خدا نکنه. بیگه چیم لیازمه که از تو کرا کلان هستم. جای مادرت هستم. از برای خدا. من شما رو بسیار دوست دارم و شما دیگه زره نوازی میکرین. میخواین که مرا پروبال بدین. نه پروبال نه. در این دوستی ها من اعتبار ندارم. میگه دلم از دست درنگی دوستان تنگ است. فدای همت دشمن شوم که یک رنگ است. دوستای امتحان خدا داده کلش دوستای کاغذی یاران این زمانه همه کاغذی گلند. بوی نمیدهند و وفایی نمیکنه. خدا کنه که تو از دوستا نباشی. نه نه انشاءالله دوستی برش باید امتیان بکنیم بخیر انشاءالله. چطور امتیان کنم؟ دیگه در شرایط بعد دوست خدا دم باید شرایط بعد امتیان کنم. در خوشی فهمه در کنار آدم است. در او وقت بعد خدا دور داشته باشه در وقت شوخی کردم خدا نباشی خدا وقت بعد دور داشته باشه. الهی آمین. خوال چی سوال آسان؟ خب شما گفتم ویدیوهای وایرال بسیار زیاد دارید. امی یک ویدیو شما که رئیس جمهور ایران آمده بود فکر میکرم امریکا آمده بود. شما یک صدا کردین بسیار بعجله که لطفا افغانای ما را نکشین، منظورتان بود که اخراج نکنین. اونا جلد دور دادن میخوندن نمیکشین نمیکشین. خودتان چی احساس داشتین در اون صحنه که این گپ زدن شما؟ خب همه تو که گفتین از اون ویدیو من زیاد دارم. میگه بلبل به فغان و سنبل به خموشی، هر کس به طریقی که توانست ادا کرد، دعد دانش خود، دعد استعداد خود، دعد امکانات. در سازمان ملل آمده بود آقای رئیسی با یک توله ایرانی های دیگه هیئت میتیش. وقتی که همی مسئولین میایه امنیت از اونا بسیار مهم است، چون میفهمین که امروز در هیچ جای دنیا هیچ کس امن نیست. غزال جان مجردی که اینا سخنرانی خودم میکنن موترهای زده است و مثل همه تو در یک نفس در یک نگاه در موترها بالا میشن حتی ناپدید میشن. مجردی که برآمد که من دیدم آقای رئیسی، گفتم آقای رئیسی ماجرین ما را نکشید. فورا مجردی که آیت از اینا را دیدم وضع بعد ماجرین در افغان یاد محمد که جوان ها را القاویز میکنن جزا میدن. همه تو ناخداغا در جریان کار من خودم نمی باشم غزال جان. یک اسه رخ میده که هیچ از خود بی خود میشم، نه اصول میبینم، نه پروتکول میبینم، نه ترس میبینم، نه آینده از اون میبینم، نه از دست دادن کارم میبینم. چنانچه چندین نفر برطرف شدیم. گفتم این ماجرین ما را نکشن. بس همه که چانس بود یگان کس میگه میگفتی اخراج نکنین و بابا وقت نبود که قلقله کنم. دفتن همو اصطلاح وطنی خود ما آمد بسیار خوب برگرد. اینا رفتن گفت نمیکشیم ماجرین تانه نمیکشیم. نه گفتم نکشیم نگفتیم نکشین. وی یلو رفت دیگه لرزه گرفته بود. اینا خوب از آقای رئیسی یاد گرفتن که نکشین یا اخراج نکنین. اینه بخوبی یاد کردی باشیم که اگه آیت بسیار مهم تیر شد ایران است. آقای رئیسی، آقای رئیسی سلام 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 علیکم سلام علیکم آقای رئیسی سلام علیکم سلام برس ام فهم افغان. من از افغانستان هستم آقای رئیسی. ماجرین ما را لطفا نکشین، ماجرین افغان را نکشین. نمیکشن نکشین 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 نگفتیم
مهاجرین افغان نکشین از وطن، از وطنتان مانه رفت باش. شونی دستک خدا خوزد. البته چی شد؟ شما ببینین که بچی در پدوران هست. میگم نکشین، میگه نمیکشه. خوبی یاد کردم بخاطر از اینکه شما در اینجا اصالتتان حفظ کردین. اخراج نکنین، صحیح در زبان ما شما هست، ولی کتابیست دیگه نمیشه که آدم وقتی صحبت های روزمره داره یا دفتنی هست بگه که اخراج نکنین. یک قسم بسیار به نظر ما کتابی میاد. نکشین، گفتین خوب کردین به زبان خود ما حرف زدین، بگذارین اونا یاد بگیرن زبان. بله بله. و مرخ میگی رئیس جمهور ایران متاسفانه رابطه ما با ایران ظاهرا خوب و همسایه است که اگر قبل ثبات خود در بی ثباتی ما میبینن. رئیس جمهور تاجیکستان کشور بی غرض ما که گفتی ملکی افغانستان است و نمیدانم بسو تعریف تکتی، گفت ما تو استعداد ندیدیم، تو هنرمند ندیدیم. آقای امام علی رحمان گاگای ما میبینم و سازمان ملل یکی از آرزوهایم است که ساعت شما تشکر کنم که شما همسایه بی غرض هستین بر افغانستان. اول تبریکت باشه غزال جان، من بسیار آرزو داشتم شما و هنرمندای دیگر. خب چیز کردی، چی شکاری کرده بودی که دل رئیس جمهور تاجیکستان به دست آورده بودی؟ یعنی یک رئیس جمهور یک کشور. قربانت تشکر. اول خب من واقعا افتخار میکنم که انگامی که یک هنرمند یک مملکت دیگه میره، او به اصطلاح نمایندگی از مملکت خود میکنه، باید همیش کوشش بکنه، کارهایی بکنه که در اوج تمام آبرو و عزت تمام مردمش در اوج با او میباشه. دیگه ما کوشش کردیم که امو اصالت خود، افغانیت خود نگاه بکنم و امو رفتار نیک خود، چهره اصیل مردم افغانستان را برای نشان بدم. چقدر مردم با احترام و محترم و با عزت از مردم افغانستان. بنان ما فکر میکنم همین صحبت های ما، همین مصاحبه هایی که داشتیم. کنسرت تان آمده بود؟ کنسرت ما نه، متاسفانه در کنسرت نبودن، ولی اونا از طریق تلویزیون های خصوصی که دارن برنامه هایی که داشتن 100% مطمئن هستم که برنامه های مرا آنها چهرید خوش شما. نه نه، فکر نکنم. نام خدا در تاجیکستان هم دخترهای مقبول خوش چهره است که ما فکر نکنم که چهره اینا مهم باشه. هنر هم داری، اونا هم زبان شعر دارن، بسیار مردم با هنر. اما باش تو که مر به یاد رئیس جمهور ایران انداختی، این کالای زردم پوشیده. من میره جان تشکر، بعد از او باز بوشکه شد. جنرال مبین دیده که یک بوشکه که گرفت گفت اینو نکنین به کار خراب، این یک بوشکه او برتون رایی میکنین. اختلاف ما سر میقابه و اینا زیاد داریم، خود چون در مسائل سیاسی است اتفاقا بین ایران و افغانستان هم با توجه به اینکه هم دین و هم ماین مشترکات فراوان داریم، اما جنجالای هم داریم. بوشکه زرد جنرال مبین یادتام صفات وایرال شده بود. بله ولی من اونقدر در مسائل سیاسی نمیفهمم چی بگویم دیگه. میگه هر طرف صحبت میکنی، خدا نخواسته یک طرف دیگه آزرده میشه. من دوست دارم که مردم ایران، مردم افغانستان، تاجیکستان، حتی پاکستان، هندوستان، همین منطقه با هم دوست باشن، سرحد نداشته باشن، با هم به اصطلاح برادر باشن و برابر باشن. اگر یکی از این مملکت ها نارام باشه، بدون شک تاثیر منفی بالای ما ملک همسایه خود داره. دیگه بهتر است که دوست باشن، در دوستی چیز خراب نمیشه. بله دوست باشه. و من گپ میزنی قبلگاه شما با ما هم کار بود رزال جان نازنی، اونا با آژانس بافتر بودن، اخبار بر ما از طریق تلتایپ میفرستادن یا ریلی میکردن به شعبه اطلاعات و خیلی خبرنگاری خوب بود. و تو مثل اولاد من میمانی تقریبا، یعنی آفرینت، باید خاطر نشان بسازم برای دوستا که پدر و مادر غزال جان از همکارای ما بودن، ژورنالیست های بسیار لایق و ورزیده در آژانس باختر مرکز. خوشا باشن که همکار خوب مثل شما داشتن. بله و خوشا به حال خودشان که از دو ژورنالیست اینطور دختر با هنر به جامعه تقدیم کردن. دیگه کدام برنامه ما دیدیم؟ خواهی برنامه چالشی بسیار باشد. ما برنامه زیاد شما را دیدیم. یک دانه را دیده بودیم که یک بچگک به خیالم که میگه درد دارم، بسیار جالب بود. از این خاطر جالب بود، امی کسی که به یک زبان تسلط نداشته باشه وقتی که صحبت میکنه، برای کسی که تسلط داره بسیار شیرین معلوم میشه. بسیار خوشایند بود به مرقمی که میگفت، از اون خاطر زیاد خوشایند آمده بود. بله غزال جان، از رئیس جمهور تاجیکستان یاد کردیم، با یکی از هنرمندای معروف از اونام شما دوگانه خواندین. چطور که مثلا همکاری صورت گرفت؟ چه احساس؟ من خب قبلا هم گفتم که ما با هنرمندای زیاد همکاری داشتیم، مثل قیس جان الفت، استاد نظیر خارا، مجده جان جمالزاده. دیگه من فکر کنم امیرم برای من پرودکشن هاوس را که من فعلا امپرشن کار میکنم، منیجمنت ما را اینا به عهده دارن، اینا برنامه امیر آماده ساخته بودن که با هم آهنگ
بیگانه بخونیم. اونا پیش از فن موسیقی افغانستان، تاجیکستان پیش از. من فکر میکنم که هر کس جایگاه خود داره، هر کس مستعزیز میمونه که دو گل باشه، یکی گل سرخ باشه، اما در یک لیول است. باز به حساب با هنرمند ایرانی مثلا خواندن و کارکردن آسان نیست که من اشاره به یک زنگ فکر میکنم به خاطر از این کسایی که البته در ایران زندگی کردن وارد هستن به حساب امور لهجه ایرانی یا فارسی، برای اونا چرا بسیار ساده و آسان است، ولی کسایی که مثلا دری صحبت میکنن یک ذره مشکل است که مثلا به اون لهجه بخورن. ولی باز خودم آسان است ایران یا تاجیکستان؟ من فکر میکنم که آسان ترین خود زبان دری است، زبان خود ما مثلا یعنی تاجیکستان داری؟ تاجیکستان هم یکان کلمات داره که اصلا لهجه دارن، لهجه دارن و یکان کلمات چیز خیلی چی خیلی بله اصطلاح. ولی یک گپ است که در شعر و شاعری و آهنگ ها و اینا افغانستان من فکر میکنم که نسبت به تاجیکستان پیشتر باشه، چون اکثر هنرمندای عزیز تاجیکستان آهنگ های افغانی رو دوباره خوانی میکنن، مخصوصا از مردم احمدزاده دیگه. به این حساب ما یک ذره دست بالا داریم، ولی بسیار هنرمندای خوش آواز دارن در داخل تاجیکستان، صدای مقبول دارن و همو آهنگا رو که دوباره خوانی میکنن خیلی زیبا میخونن. باز هنرمنداشان اسود نشد شبنم جان سرعی آمون یعنی بین هنرمندای تاجیکی که تاجیکستان هنرمندای افغان ما خیلی هنرمندای خوب داریم، نظیره جان هنرمندای تاجیک هم هنرمندای خیلی خوب دارن. جنگ سوشال میدیا یا یک حال سوشال میدیا رو تعقیب کردی چی نظر داری من از یک دختر جوان؟ من میگم هر قدر که در سوشل میدیا آدم بشینه صحبت بکنه و او منفی باشه اصلا به درد نمیخوره، آدم کوشش بکنه که مثبت‌گرا باشه. هیچ کسی نیست که بی مشکل باشه، بی پرابلم باشه. اگر آدم بتونه بگه یک اصطلاح داریم ما شما میگیم هیچ زاغ نیست که بی‌داغ باشه. اینا از اون خاطر نمیشه که آدم بیایه مو دسترخوان دل خود باز بکنه پیش همه بگذاره برای قضاوت کردن. بعضی وقتا که آدم میشینه در سوشل میدیا گپ میزنه به نه به شما اجازه میدین برای مردم که بیاین بر شما نظر بدن و صحبت بکنن، کوشش بکنن که از راه خوب نه در مقابل کمرو اینا، از راه مثلا خفا مشکلات خود حل بکنن تا که ضرورت نمیشه نبیاین در مقابل کمرو این مسائل مطرح نکنن، به خاطر که مردم که میاین در صفات و هنرمندا به این خاطر میاین که یک چند لحظه یک آهنگ بشنون، یک خبر خوش بشنون، یک چیز را ببینن که ساعتشان یکم تیر شون انترتین شون، اونجا هم که بیاین ببینن که خدا نخواسته دعوا و جنگ از دیگه بیخی دلشکسته میشن. مخصوصا در مملکت ما بسیار مشکلات تیر کردیم، مردم ما همیشه با مشکلات با مهاجرت با جنگ همیشه سر و کار داشتن، از خاطر ما مسئولیت داریم به نوعی که فرهنگ خوب فرهنگ برادری و اتحاد اتفاق ترویج بکنیم. این پول یادم نرفت 8 میلیون بسیار یک گپ خوب است، خداوند زبانشان را نیک بکنه، کسایی که این گپ زدن دیگه از کجا کردین 8 میلیون از طریق کنسرت خدا یا نداری تو مچون میگی خزال؟ او تو نمیگم که ندارم، میگم داشته باشم بخیر دایده اگه بگم ندارم، خداوند میگه گفتی ندارم باز یه فات و شایه از کجا به وجود میاید؟ خب اگه تا نباشه چیزه که هیچ کس نباید مردم نگوین چیزها. خوش شاید دوستای عزیز میبینن که همیشه مصروف هستیم، کار میکنیم، در کنسرت هستیم، محفل خوشی هستیم، باز فکر میکنن که شاید البته از ایرا کسار در آمد خدا به تیتون زحمت میکشین. از رای اونر در افغانستان اکثریت دوستان میفهمند که قدر درآمد آنچنانی ندارن و هنرمندای افغان، ولی چرا در دنیای دیگه اگر شما ببینید مثلا بالیوود و هالیوود دوستانی نشان هنرمندایشون سات کیششتی چهره تا کرینا کپور میبود خدا تو همین به هر حال در زمانهای ما مامالانی بود، ممتاز بود، زینت امان بود، خیلی مقبول است خواندن زینت امان یاد دم مرد میشه تو جای غم میشه بولو سبشان خیلی خدا گپ میزنی غزال جان. پیشتر من یک شوخی کردم امرایت تب شوخ من رو خو میفهمی که من بسیار دوست دارم شوخی های شما رو و بل. تمام خیلی. مردم افغانستان شما رو خوش دارن به خاطر شوخی هایتان، به خاطر شجاعتتان. کاش که در موقع که مجرد می بودم طلبگارو پیدا میشه همیالا وسط گلتان یک گلتان نش گفت ممنون. پیشتر من شما رو گفتم که اگر کدام طالب از شما طلبگاری کنه عکس عملتان چی خواهد بود؟ گفتین اونا هم افغان هستن حق دارن طلبگاری کنن، اما یک گپ اما اویلیبلی چی مانا؟ خب اویلیبل نیستی. یعنی در ایندیا سلمان خان خیلی یک آدم معروف است، سوره همیش که پرسان میکردن که مجرد است یا متعیل است چیز نمیگفت. ما رو ممنون فکر کنی نه دیگه دلاو نکنین دیگه زیاد در دیتیلز نمیریم دیگه بس. خب اویلیبل نیست. اویلیبل نیست مقصد. बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम
بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم قسم چاہے لے لو قسم چاہے لے لو خدا کی قسم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم تشکر قربان سپرائز ازن خلیص یک عالم تشکر واقعا دلم نمیشه که از پیش غزال جان عنایت برو ما چی کنیم اگه اگر ز کوهی تو رفتم عذر ما بپذیر جدایی که ضروری است بی وفایی نیست واقعا من افتخار کردم سر لذت بردم گوش من نوازش داری عقایق گفتی سایل گفتای ناگفته را گفتی یک دنیا تشکر ما میخوایم که روی یک شما رو ببوسم به خاطر از تو پیشی گفته اگر کس خوردم مزید بود با این نبوغ خود باید دادم روش بخیزید واقعا نبوغ تو قابل قدرت شما بسیار مهربان هستید بازم ما بخوایم بگیم که افتخار ما هستین سرمایه وطن ما هستین خداوند شما را همیشه سلامت داشته باشه خداوند جور داشته باشه واشنگتن کامیت مرتمن بدید هزار نفر یک جان تشکر ثانک یو سو مچ قربانتان زنده باشید